Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutschunterricht. Ich bin Sogan, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Heute wollen wir zusammen über einige dieser Präteritumformen sprechen. Aber was ist eigentlich Präteritum? Dann bitte bleiben Sie auf jeden Fall bei uns, um die Antwort von dieser Frage zu verstehen. سلام به همگی، خیلی خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با من سوگن در بامبلنگویجه. امروز ما میخواییم با هم راجع به یه سری از فرم های پرتریتوم بیشتر صحبت بکنیم. اصلا پرتریتوم چیه؟ با من همراه باشین، جواب این سوال رو با هم بفهمیم. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، فراموش نکنین، لطفاً حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین. این زنگوله رو هم اگر بزنین، آپ تو دیتین دیگه هر وقت ما پست جدید داشته باشیم بهتون خبر میده. دان، لاست اون سان فنگن. Wie ich gesagt habe, wollen wir heute über diesen Präteritumformen, ich meine nur zwei Formen von diesem Präteritum sprechen. همونطور که گفتم میخوام راجع به دو حالت پرتریتوم امروز بیشتر صحبت بکنیم، وارن و هتن. اصلا پرتریتوم چیه؟ اگر من زمان رو، یعنی بیام فعل‌هایی که تو زمان‌های مختلف به کار میبرم و تو سه تا گروه بزرگ تقسیم بکنم، به این سه تا گروه میرسم. اتفاقی که الان میفته، حال یا مضارع، اتفاقی که قبلا افتاده، ماضی یا گذشته، اتفاقی که در آینده میفته، همون آینده. یعنی در واقع چیزی که توی گستن گذشته، heute، امروز یا morgen، فردا داره اتفاق میفته. خب به هر کدوم از اینا، به همین جور که من دارم میگم مضارع یا چه میدونم حال، ماضی یا گذشته، خب تو آلمانی هم یه اسمی دارن دیگه. Vergangenheit یعنی گذشته. Vergangenheit یعنی گذشته. من برای گذشته دو حالت فعلی دارم. اگه گذشته ساده باشه، یعنی همین چیز، مثلا امروز من اینجا وایسادم، دیروز یه اتفاقی افتاده. نه اینکه امروز من اینجا وایسادم، دیروز یه اتفاقی افتاده، پریروزم یه اتفاقی افتاده. اون فرق میکنه. همونی که دیروز اتفاق افتاده رو دارم میگم. اگر که همین باشه، من دو حالت دارم برای فعلی که میتونم توش بیارم. پرفکت اودر پرتریتوم. راجع به پرفکت ما مفصل با هم تالا یاد گرفتیم و ویدیو داشتیم. پس اگر که ندیدین حتما برین چک بکنین، یه سری بهش بزنین و بعد برگردین. خب به پرفکت که میدونیم چیه. پرفکت چی بود؟ همون دو تیکه‌ای از فعل بود. یه هیلپس ورب، یه فعل، یه پارتیسیپتیفای که اون میشد قسمت اصلی فعلمون. نکته اینه که پرتریتوم چه فرقی با پرفکت داره؟ پرتریتوم یه حالتی از فعله که به جای اینکه اون دو تیکه باشه، یه تیکه اصلی فعله و قابل صرف. یعنی من میام مثلا فعل haben رو یه تغییری توش میدم، میگم haben یعنی من دارم، میخوام بگم من دیروز داشتم، من امروز خودکار دارم، میخوام بگم نه دیروز خودکار داشتم. میگم gestern hatte ich einen Kuli. hatte چی شده؟ haben بوده که تبدیل شده به یک شکل دیگه، تنهایی داره معنی کامل میده، نیازی به فعل کمکی نداره و صرف میشه. اصلا بحث امروز ما راجع به همینه. پس یه حالت دیگه داریم که پرتریتوم. اگر بخوایم راجع به حالی یا مضارع صحبت بکنیم که میشه گیگنورت. گیگنورت یا همون پرزنس فرم. پرزنس فرم دوباره اتفاقی که هویته یا امروز داره میفته. اگر هم که اتفاقی که فردا داره میفته یا میخواد بیفته، خواهد افتاد، همچین چیزی بخوایم صحبت بکنیم که میشه توکنفت. توکنفت یعنی آینده. توکنفت یعنی آینده. حالا فرگانگنهایت رو که بهتون گفتم حالت گذشته بود. خب همه قیدهای زمانی که داره راجع به گذشته حرف میزنه راجع به این موضوع صدق میکنه دیگه. یعنی من هر چی تو جمله بیارم، دیروز بود، پریروز بود، نمیدونم دو سال پیش بود، هر چی بگم، خب میگم اگه دو سال پیش بود که من نمیتونستم دو سال پیش من غذا میخورم، دو سال پیش من غذا خوردم، تموم شد، فعل گذشته. یه سری از این قیدها رو با هم ببینیم تا بریم کلا بدونیم یه سری نکات پرتریتوم چیه. Gestern, vorgestern, letztes Jahr, letzte Woche und vor ein paar Tagen. Gestern یعنی دیروز. Vorgestern فور میدونین یعنی قبل. یعنی قبل از دیروز. منظور پریروزه. Morgen یعنی فردا. پس فردا یعنی übermorgen. Übermorgen.
پس گستن دیروز فارگستن پیروز لطس یا سال پیش. لطس یا سال پیش. لطس وخه هفته پیش. لطس یعنی قبلی دیگه پیش. هفته پیش. فو این پا تاگن چندین روز پیش. چندین روز پیش. فور معمولا معنی قبل میده. چطور ساعت میگفتیم؟ میگفتیم فیتل فرازکس یعنی 5:45 دقیقه است. فور پس معنی قبل میده. این پا تاگن یعنی چند روز قبل دیگه. تاگن چندین روز قبل. با من همراه باشین بریم یه سری ویژگی های دیگه پرتق تومو بخونیم. Hier haben wir einige Beispielsätze. Zum Beispiel, gestern habe ich keine Zeit gehabt. Das ist Perfect Form. Aber wissen Sie, es ist ein bisschen nicht so üblich, nicht so schön. Deswegen bevorzugen wir, diese Form zu benutzen. Ich meine, gestern hatte ich keine Zeit. خب این اساس فرم داریم. میبینین فرم بالا تو حالت پرفکته. میگم gestern habe ich keine Zeit gehabt. Gestern habe ich keine Zeit gehabt. یه جوریه دیگه. واقعا یه جوریه. یعنی اصلا نه صداش خیلی جالبه. صدایی که از جمله میاد. نه هیچی منظورم که خیلی متداول نیست. پس ما تو همچین فعلی مثل فعل haben ترجیح میدیم به جای اینکه بگیم habe gehabt بگیم hatte. و به نسبت به فاعل صرفش بکنیم. ما ببینین اینجا hatte ich. این فعل گفتم براتون تو حالت پرتریتوم صرف شده نیست. مثل gehabt نیست که ثابت بمونه. gestern hatte ich keine Zeit. هر دو یه معنی. هر دو داره میگه دیروز من زمان وقت نداشتم. دیروز من هیچ زمانی نداشتم. دوباره اگر که ویدیوی کاین رو دیده باشین میدونین که من نومن رو معمولا با کاین منفی میکنم. keine Zeit. پس این بهتره. حالا یا ich habe heute ein Auto. من امروز ماشین دارم. letztes Jahr hatte ich ein Auto. پارسال هم ماشین داشتم. hatte ich, habe ich, hatte ich. Oder vor ein paar Jahren, چندین سال پیش, hatte ich nichts zu tun. Etwas zu tun haben, یعنی کار برای انجام داشتن. فلان چیز برای انجامه. من باید فلان چیز رو انجام بدم. میگم چند سال پیش من هیچ کاری نداشتم که انجام بدم. هیچی رو نباید انجام میدادم. Aber heute habe ich viel zu tun. امروز خیلی کاری دارم انجام بدم. خیلی باید چیزی انجام بدم. پس اینم اینجا یاد بگیرین. Etwas یا یک چیزی. میبینین اینجا من دارم میگم nicht. اینجا میگم viel. پس یک چیزیه. Etwas zu tun haben. حالا یا hatten یا haben. یه چیزی برای انجام داشتن. خب این یه سری از فرمای haben بود. حالا میخواییم یعنی در واقع فرمای hatten و haben بودن. میخواییم بریم ببینیم صرف فعل hatten چه شکلیه. با من همراه باشید. خب ما برگشتیم با کنیوگاسیون یا صرف فعل hatten. haben در حالت پرتریتوم. خب مسلما فعل فرق میکنه مدلش، پس صرفش هم فرق میکنه دیگه. میخوایم بریم صرف اینو یاد بگیریم. اگر hatten باشه infinitive form ما، یعنی باشه مصدر ما، ببینیم که برای شیش حالت اصلی چی داریم. ich hatte. ich hatte. du hattest. دو هتست. یادتونه این تو حالت اصلی، تو حالت پرزنس، ich habe دو هست بود. یعنی یه اون رگل مسیگس ورب بود. ولی اینجا که نیست. دو هتست. RCS هته. اینجا براتون این ستاره زدم توضیح میدم. صرفا الان یاد بگیرین هتت نیستین. هته. هته. RCS هته. ویا هتن. ویا هتن. ایا هتت. زی هفلشگرد و زی پلورال هتن. دیدین؟ هته. هتست هته. هتن. هتت. هتن. خب نکته ای که مهمه تو این فرم ها بلد باشین چیه؟ اینه که همیشه فعل در این دو حالت با هم یکیه. یعنی همونطور که بهتون گفتم برای ارزیست ما نداریم هتت. من همونی که میگم ایش همونو توی ارزیست هم دوباره میگم. اگه میگم ایش هته، ارزیست هم میشه هته. این تنها نکته مهم میشه. وگرنه بقیهش که از همین اون قوانینی که همیشه داشتیم پیروی میکرد دیگه. صرفا ورب شتاممون متفاوت بود. یه نگاه بکنیم بهش. خب
پس با من همراه باشین میخوایم بریم الان هر چند یاد گرفتیم واقعا یاد بگیریم چی هستن واقعا بریم ببینیم Wir haben hier auch einige andere Beispielsätze, aber für sein. ما اینجا یه سری بایشپیلزاتی یه سری جمله مثالی دیگه داریم ولی برای فعل زاین. حالا میخوایم ببینیم زاین چه تغییر میکنه. اگه فعل اصلی باشه زاین. Heute ist das Wetter schön. Heute ist das Wetter schön. امروز هوا زیباست. هوا خوبه منظوری. هوا خیلی خوبه. هوا خیلی قشنگه اینجوری. حالا من میخوام ببرم تو حالت گذشته. میخوام بگم که دیروز هوا خوب بود. زیبا بود. اگه بخوام با پرفکت بگم چی میگم؟ میگم gestern ist das Wetter schon gewesen. Ist gewesen. اینم خب ist gewesen یه جوریه دیگه. خیلی بهتره که از یه جایگزین پرتریتون فرمی مثل war بیایم استفاده بکنیم. اینفینیتیوش waren در این حالت که صرف شده میشه war. Gestern war das Wetter schön. دیروز هوا خوب بود. یا چونم زیر شون. خیلی خوب بود. Gestern war das Wetter schön. Oder vorgestern war müde. پیروز اون خسته بود. Heute ist munter. امروز هوشیاره. مثلا شارپه اینجوری. Vorgestern war müde. Aber heute ist. Oder letztes Jahr war wirklich schwierig. Letztes Jahr war wirklich schwierig. Ich meine 2020. سال 2020 حالا یعنی پارسال خیلی سخت بود. یا خیلی طاقت فرسا بود و wirklich anstrengend. Anstrengend. طاقت فرسا بود. Aber zum Beispiel dieses Jahr ist besser. امسال بهتره. Oder dieses Jahr ist viel besser. امسال خیلی بهتره. حالا هنوز چی معلوم نیست ولی خب کلا. ببینین اون war in ist. War ist. Oder letzte Woche war ich in Deutschland. هفته پیش من تو آلمان بودم. Letzte Woche war ich in Deutschland. Heute bin ich im Iran. Heute bin ich im Iran. امروز من در ایرانم. دوباره war یا sein. دیدین خب ما همون زاین داشتیم نسبت به فاعلمون اومدیم صرفش کردیم. حالا فهمیدیم که خیلی بهتره که به جای ایست گویزن از وار که پخطقیتون فرمش استفاده بکنیم. حالا وار رو چجوری باید صرف بکنیم؟ همراه من باشین با هم ببینیم. خب ما برگشتیم با کنیوگاتسیون یا صرف فعل وارن. بوده ich bin, du bist, sie ist, ist, wir sind, ihr seid, sie und sie sind. حالا خطقیتون باشه چی میشه؟ میشه ich war, du warst, war, wir waren, ihr wart und sie hoffentlich halten sie plural waren. Nochmal. War, warst, war, waren, wart, waren. دوباره اگه توجه بکنین میبینین من دوباره اینجا براتون ستاره زدم. تو این حالت هم ich و sie فعلشون مثل همه. مثل modal verben که فعلشون مثل همه. هم میگم ich will, هم میگم will. ولی خب بعد تغییر میکرد دیگه. ولی اینا فعلاشون تو این حالت مثل همه. پس و بقیهشون واقعا ساده‌شون از همه اون قانونایی که داشتیم داره پیروی میکنه. چیز مثلا جدید یا خاصی توش نداره. فقط شما باید به این توجه بکنید که ich و sie ist در حالت پرتریتوم و این چیزی که داریم میبینیم فعلها به یک حالته. حالا من یه سری ترمین کوچیک براتون نوشتم. چند تا جمله است که باید جا خالیاشو پر بکنین. اینجا خودم پر کردم. میخوایم با همین پر بکنیم که بعد بر تکلیف های تو خونتون یا حالا اون تکلیف هایی که میخوام بدم بدونین بعد چی کار بکنین دیگه بریم ببینیم wir look یعنی جا خالی wir look einen hund ها هندو میتونیم چی کار بکنیم سگ داریم دیگه حالا ما سگ داریم از اونجایی که هیچ اطلاعات دیگه ای تو این جمله نیست من نمیتونم بگم که نمیتونم بفهمم که با توجه به یه دونه لوک میگه ما سگ داریم یا ما سگ داشتیم پس هر دوش درسته ولی خب ما میدونیم بحثش به پرتریتوم پس منظور من هتنه wir haben oder wir hatten einen hund اینجا vorgestern wir im unterricht پریروز ما در کلاس وقتی میگم در کلاس یعنی در کلاس هستیم دیگه
و چون دارم میگم پریروز فارگستن منظورم چیز پرتریتومه. پس فارگستن واقن ویا ام اونتریشت. شاون سی؟ واقن ویا ام اونتریشت. اگه میگفتم اینن اونتریشت میشد هتن ویا. ما یک کلاس داریم. ولی چون میگم ام اونتریشت یعنی ما در کلاس هستیم. واقن ویا. گستن ا فیبا. فیبا یعنی تب. ما تو آلمانی هم میگیم تب داشتن. تب رو داریم. یک هب فیبا. پس افی با میدونیم که با هبن میاد. دوباره گسترن رو تو فرم پرتریتوم گسترن حتی افی با. اون دست لطسته. لطسته وخه ایش زی موده. لطسته وخه لوکه ایش زی موده. موده یعنی چی؟ یعنی خسته. من معمولا اجکتیو با چی میارم؟ با زاین. خب من هفته پیش خسته بودم دیگه. یعنی خسته هستند. خسته بودنه. پس میشه letzte Woche war ich sehr müde. Jetzt haben wir einige Übungen. Ergänzen Sie. الان یه سری تمرین کوچولو داریم. جای خالی رو پر کنین و توجه بکنین که ممکنه چیز دیگه ای هم بشه ها، ولی فقط حالت پرتریتوم بنویسین. یعنی در نظر بگیرین که توی فرگانگن ها چه گذشته داره اتفاق میفته. میخونم از رو تمرینا. Ihr Fieber. Nummer 2. Du viel Glück. Nummer 3. Wir viel Spaß in der Schweiz. Und das war unsere heutige Sitzung. Heute haben wir zusammen diesen Verben waren und hatten. Eigentlich diesen Sein und Haben in der Präteritumsform zusammen gelernt. این بود از جلسه امروز ما. امروز اومدیم با هم فعلای واقن و حتن در واقع همون فعلهای زاین و هبن در حالت پرتریتوم رو با هم یاد گرفتیم. Bitte machen Sie unbedingt Ihre Hausaufgaben und schreiben Sie mir in die Kommentare. لطفا حتما تکالیفتون رو انجام بدین. حالا همون چند تا تمرین کوچیکو و برای من تو کامنت ها بنویسین. جوابش رو تو درس آینده هم در ابتدای درس آینده هم میتونین ببینین. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودین. لطفاً حتما اگر ویدیو رو دوست داشتین براتون مفید بود لایک بکنین و با دوستانتون به اشتراک بذارین. اگر هم کانالمون رو هنوز سابسکرایب نکردین دیگه لطفاً حتما سابسکرایب بکنین دیگه. مرسی. دوباره ممنونم که همراه ما هستین. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später.